نتایج یک تحقیق تازه در ایران. 90% روزنامه‌نگاران زن آزار جنسی دیدند. انفعال، دنبال روی از آمریکا یا نزدیک ماندن به اروپا. برگزیت سیاست خارجی بریتانیا را به کدام سو می‌برد؟ و سخنرانی پرحاشیه رئیس جمهوری آمریکا، از پس دادن دست رئیس مجلس نمایندگان تا پاره کردن متن سخنرانی ترامپ. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. بر اساس تحقیقی که به تازگی انجام شده، 90% زنان روزنامه نگار در محیط کار و محیطی که برای تهیه گزارش به آنها رفت آمد دارند، به نوعی مورد آزار جنسی قرار گرفتند. آزار جنسی تجربه‌ای فقط برای زنان روزنامه‌نگار ایران نیست. اغلب زنان به نوعی در محیط کار و خیابان آن را تجربه کردند. آزار جنسی زنان در محیط کار و خیابان مسئله جهانی است. جنبش میتو که در سالهای اخیر جهانی شده، بیشتر بر اهمیت نقش قدرت در آزار جنسی مبتنی است. طرح این مسئله و کمک گرفتن بابت آن به دلیل پیش‌داوری‌های اجتماعی برای فرد آزاردیده همواره سخت بوده و اساساً جنبش میتو به دنبال این به راه افتاد که سکوت در این زمینه شکسته شود. واکنش‌ها به تحقیق روزنامه‌نگاران درباره آزار جنسی نشان می‌دهد که در ایران هنوز هم بحث اصلی حفظ آبرو و سرپوش گذاشتن است. جزئیات بیشتر از باران عباسی. شینا شیرانی، خبرنگار و مجری پیشین شبکه خبری انگلیسی زبان پرس تیوی، متعلق به دولت ایران. کسی که میگوید بارها در محیط کار مورد آزار جنسی مدیرانش قرار گرفته و چند سال پیش با انتشار یک فایل صوتی و مصاحبه با رسانه ها از معدود زنان ایرانی شد که از این آزارها پرده برداشت. آدمایی بودن که تو موضع قدرت بودن و من واقعا خودم رو توی معرض آسیب میدیدم، به خاطر اینکه یا من باید با اینا یه برخورد شدید کنم که برخورد چجوری میتونم با یه همچین آدمی بکنم. آزارهایی که به گفته خانم شیرانی به مرور زمان شدیدتر شد. من با زنم ارتباط ندارم و من به تو اطمینان دارم، من میخوام با تو این ارتباط داشته باشم و هر چقدر من این آدمو به هر زبونی که شده بود میگفتم نه، یه همچین چیزی امکان پذیر نیست، ولی با این حال هی حریص بیشتر شده بود. البته شوخی ها ادامه داشت، ولی من با خنده و با اینکه نرم توی آفیسشون تو اتاقشون مثلا سعی میکردم از ایشون دوری کنم، ولی به جایی رسید که اینجوری برخورد کردن که من اومدم از پشت گرفتن و منم برگشتم گفتم جیغ میزنم اگه بدم نکنی. اما شینا شیرانی تنها زنی نیست که در محیط کار مورد آزار جنسی قرار گرفته. هرچند که تحقیقات جامع و گسترده‌ای درباره آزار جنسی زنان در محیط کار در ایران وجود ندارد، تحقیقی که اخیراً ماهنامه مدیریت ارتباطات در این باره انجام داده، حاوی نتایج تکان دهنده است. این ماهنامه میگوید 59 خبرنگار زن شاغل در رسانه‌های مختلف در این تحقیق شرکت کردند. 90%شان میگویند حداقل یک بار در راه تهیه گزارش، خبر و مصاحبه و فعالیت شغلی با آزار جنسی روبرو شدند. 65% این آزارها کلامی بوده، 32% نوشتاری و 3% لمسی. حدود 1/3 این مزاحمت‌ها از سوی مسئولان دولتی و غیر دولتی بوده. حدود 2/3 خبرنگاران به این مزاحمت‌ها بی‌اعتنایی کردند. تنها 45% آزار و اذیت‌های جنسی را به مدیرانشان اطلاع دادند. پاسخ مدیران در کمتر از نیمی از این موارد آموزش راه‌های محافظت از خود بوده، در حالی که حدود نیمی از مدیران به این گزارش‌ها بی‌توجهی کردند و 3% آنها خود خبرنگار را مقصر دانستند. همچنین بیش از نیمی از این خبرنگاران گفتند که با راه‌های محافظت از خود در برابر مزاحمت‌های جنسی آشنا نیستند. اما آزار جنسی زنان در محل کار محدود به خبرنگاران نیست و در ایران هم خلاصه نمی‌شود. اینجا در بریتانیا بر اساس تحقیقی که BBC 2 سال پیش انجام داد، 40% زنان و 18% مردان در محیط کار قربانی آزار جنسی بودند. اما راهکار دولت وضع قوانینی برای مبارزه با این مسئله بوده.
قوانینی که کارفرما را درباره رفتار کارمندانش مسئول می‌داند و به کارمندان حق شکایت به یک نهاد بی‌طرف می‌دهد. این یک ویدیوی آموزشی است برای شناختن آزار جنسی و راه‌های مقابله با آن. نمونه‌ای از آموزش‌هایی که در بریتانیا کارمندان معمولاً در اولین روزهای کار در محیطی جدید دریافت می‌کنند. درخواست از قربانیان برای گزارش دادن موارد آزار جنسی و صحبت درباره آن. با این حال در صورت نبود حمایت قانون و جامعه بسیاری از زنان همچنان سکوت می‌کنند. از این روزها چند سالی گذشته. شینا شیرانی بعد از صحبت از آزار جنسی توسط مدیرانش مجبور به ترک ایران شد. اومدنم از ایران بیرون به خاطر احساس خطریه که می‌کردم هم برای خودم هم برای پسرم. به خاطر اینکه اولا که قبلا تهدید شده بودم که دانیال رو یه کاری میکنیم که بفرستیم یه جایی که چی نینداخت. من حتی نمیدونم چی بهش میگن. هرچند که دو مدیری که به آزار او متهم بودند دست کم موقتا تعلیق شدند، او هنوز حتی بیرون از مرزهای کشورش احساس امنیت نمی کند. تو شرایطی هستم که حتی جای خودم رو بازگو نمی کنم برای کسی، به خاطر اینکه می ترسم و می دونم امنیت من هیچ جوری برطرف نمیشه. ما زنا تنها هستیم. یک نفر نبودش که حتی هیچ گونه حمایت، حمایت مالی، حمایت فکری، حمایت روحی، فقط استفاده خبری شد و خدا نگهدار. عنوان کسی که دلم میخواست بگم زنای ایران، خواهرای من، خانومها قوی باشین، نذارین که مردا بخوان اینجوری ازتون سوء استفاده کنن، ولی اصلا نمیتونم همچین اطمینانی رو به کسی بدم، به خاطر اینکه وقتی که اومدی بیرون و بدون حق و الان بدون عنوان شهروندی حتی الان بیشتر پایمال میشی و این مسئله هستش که واقعا خطر جدیه برای زنای ما. باران عباسی، بی بی سی. کمتر از دو هفته مانده به انتخابات مجلس در ایران، در حالی که بسیاری معتقدند این انتخابات فرمایشی است و شرکت در آن مشارکت در بازی نظامی است که دستش در ماه‌های اخیر بیش از پیش به خون آلوده است. رهبر ایران در سخنرانیش از مردم خواسته حتی اگر او را قبول ندارند به خاطر ایران در این انتخابات شرکت کنند. همزمان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفته در تهران فهرست انتخاباتی نمی‌دهد، اما بعضی از احزاب اصلاح طلب با این کار مخالفند. به همین دلیل شورا آنها را مختار کرده که خودشان فهرست بدهند و نامزد معرفی کنند. اساساً آیا دو قطبی اصلاح طلب و اصولگرا هنوز در دنیای سیاست در ایران مفهوم دارد؟ چطور و چرا حکومتی که با نظارت استصوابی روز به روز انتخابها را محدودتر کرده روی حضور گسترده مردم برای رأی دادن حساب باز می کند؟ جزئیات بیشتر از مجید خیام دار. در 40 سالگی نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاباتی دیگر در راه است. این بار شاید متفاوت از همیشه. مقدمات برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در حالی چیده می شود که شرایط داخلی و بین المللی ایران با گذشته فرق دارد. زخم‌های اعتراضات خونین آبان و سرنگونی هواپیمای مسافربری هنوز تازه است. فشار روزافزون تحریم‌ها و عملکرد اقتصادی و سیاسی حکومت به نارضایی عمومی دامن زده. رد صلاحیت گسترده تر از قبل داوطلبان هم شکاف بین مردم و حکومت و حتی بین جناح‌های وفادار به نظام جمهوری اسلامی را عمیق‌تر کرده. در چنین شرایطی انتخابات برای بسیاری بی‌معنا شده، اما حکومت همچنان می‌خواهد مردم پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. این تحریم‌های اونها به اضافه بعضی از کمکاری‌هایی که خود ما داریم مشکلاتی برای مردم درست کرده. گلایه‌های مردم دارن. با وجود این، چون پای انتخابات در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است، چون پای امنیت کشور در میانه، مردم میان توی میدان. این نشون دهنده عزم ملی، اقتدار ملی و بصیرت ملی است. اساس اسلام هم بر اساس انتخاب مردمه. حسن روحانی هم با استدلالی مشابه استدلال آیت الله خامنه ای از لزوم حضور مردم در انتخابات حرف زده. به نظر من کلید اصلی مسئله برای حل مشکلات جامعه و ایستادگی در برابر دشمنی ها مردم، حضور مردم، وحدت مردم
و اعتماد بین حاکمیت و مردم هست. آقای روحانی مانند آیت الله خامنه ای همچنین از لزوم شرکت در تظاهرات سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای نمایش حمایت مردمی از حکومت گفت، هرچند طعنه ای هم به طیف رقیب در حکومت زد. فکر نکنیم ما یه جمع کوچیکی هستیم و ما افکار مردم رو هدایت میکنیم، اگر ما نباشیم مردم گمراه میشن. نه، مردم خوب میفهمن، مردم خوب انتخاب میکنن. به موازات درخواست رهبران جمهوری اسلامی برای طولانی کردن صف‌های رأی، مخالفان خواهان تحریم انتخاباتند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان پیغام داده که مردم به حرمت خون صدها معترض کشته شده در اعتراضات آبان ماه رأی ندهند. جمعی از فعالان ایرانی مقیم خارج کشور هم در بیانیه‌ای گفتند شورای نگهبان دیگر حتی تحمل ضعیف‌ترین صداهای مغایر صدای اقلیت حاکم را ندارد و آنان را هم قلع و قمع کرده. این گروه که خود را جمهوری‌خواه تحول‌خواه می‌نامند گفتند که انتخابات و مجلس بیش از پیش نمایشی و فرمایشی شدند. به گفته آنها در شرایطی که حکومت قادر به حل بحران‌ها نیست و صدای مردم جان به لب رسیده هم در سراپرده قدرت بازتابی ندارد، راه دیگری غیر از اعتراض‌های خیابانی نمی‌ماند. یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم‌گذاری کشور. آیت الله خامنه ای امروز با دفاع از عملکرد شورای نگهبان به منتقدان شامل نویسندگان، فعالان فضای مجازی و نمایندگان مجلس هشدار داد که نگویند انتخابات مهندسی شده و در واقع انتصابات است. دبیر شورای نگهبان هم در دفاع از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس از جمله ده ها نماینده مجلس فعلی گفت سازوکار خود نظارتی مجلس با نام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کارآمدی لازم را ندارد. احمد جنتی با این حال گفت انتخابات پیش رو رقابتی خواهد بود. پیشتر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از رد صلاحیت حدود 90% نامزدهای خود خبر داده و گفته بود با این وضعیت زینت المجالس انتخابات نخواهد بود. در این شرایط محافظه‌کاران اصولگرا مجلس بعدی را پیشاپیش از آن خود دیدند. اما اینکه این مجلس چقدر پشتوانه مردمی خواهد داشت و چقدر قدرت و استقلال عمل در آینده روشن خواهد شد. مجید خیام دار، بی بی سی. بریتانیا بالاخره رسماً از اتحادیه اروپا جدا شده. حالا سوال اصلی برای بسیاری مخصوصاً خارج از اروپا این است که آیا تغییری در سیاست خارجی بریتانیا ایجاد می شود؟ آیا از صف اول دیپلماسی بین المللی فاصله می گیرد تا بیشتر بر گسترش روابط اقتصادیش تمرکز کند؟ جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. قصر وستمینستر، مقر پارلمان و قلب قدرت در بریتانیا، ساختمانی کهنسال که این روزها در دست تعمیر و بازسازی است. با خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا هم باید جایگاهی جدید در مناسبات جهانی برای خودش بسازد. سوال این است که این مقام تا چه حد شبیه همون جایگاه قدیمی است. الیستر برت بیش از 30 سال نماینده مجلس بریتانیا بوده و بیشتر یک دهه گذشته را به عنوان معاون خاورمیانه وزیر خارجه گذرانده. او شاید بهتر از هر کسی سیاست خارجی این کشور را می‌شناسد. عضویت ما در ناتو و اینکه یکی از 5 عضو دائم شورای امنیتیم قدرت دیپلماتیک بالایی برامون فراهم کرده. این مایه سربلندیه که وقتی مشکلی پیش میاد دولت‌ها سریعاً با سفارت بریتانیا تماس می‌گیرند. نه به خاطر اینکه ما ثروتمندترین یا قدرتمندترین کشوریم یا قوی ترین نیروی نظامی رو داریم، بلکه به دلیل درک ما از مسائل و نحوه برخوردمون با مشکلات. مواجهه‌ای که البته همیشه دیپلماتیک نبوده. بریتانیا در 2 دهه گذشته دوشادوش آمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد و در کنار فرانسه با عملیات نظامیش باعث سرنگونی معمر قذافی رهبر لیبی شد. ولی وقتی سال 2003 پس از حمله شیمیایی به غوطه بحث دخالت نظامی در سوریه مطرح شد، آرای موافق 272، آرای مخالف 285. با خودداری بریتانیا، آمریکا هم از دخالت نظامی مستقیم منصرف شد. سوریه نمونه دخالت نکردن غرب بود. دخالت نظامی بوده ولی از طرف روسیه، ایران و حزب الله برای حمایت از نیروهای بشار اسد. من در جواب کسانی که میگن هیچ مداخله‌ای نباید انجام بشه میگم
ممکنه ما دخالت نکنیم ولی بقیه این کار رو میکنند. متیو بوینگتون پژوهشگر سیاست عمومی در اندیشکده بریتانیا در یک اروپای در تغییر معتقد است فرای نگرانی از تکرار تجربه عراق دیپلماسی بریتانیا دچار عدم انسجام است. تصمیم‌ها در سیاست خارجی بریتانیا موردی و بر اساس اتفاقات روز گرفته میشه، نه بر اساس یک چشم‌انداز استراتژیک. این یکی از انتقادهای اصلی از سیاست خارجی بریتانیا بوده، اینکه خیلی منفعلانه است تا فعالانه. تصمیم‌ها رو یکی یکی می‌گیریم و دست آخر می‌بینیم در موضعی قرار گرفتیم که مطلوبمون نیست. البته سیاست خارجی بریتانیا به جنگ منحصر نبوده. توافق هسته‌ای با ایران شاید بهترین نمونه تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مشکلات باشد، هرچند که بریتانیا معمولاً طرح‌های بقیه رو دنبال کرده به جای اینکه خودش در راه باشه. اگه توافق هسته‌ای ایران رو ببینید مشخصه که بریتانیا یکی از طرف‌های توافقه ولی عامل اصلی پیشبردش نیست. ولی در کل بریتانیا در سال‌های اخیر در مسائل مختلفی مثل ایران، تغییرات اقلیمی یا تحریم روسیه خیلی به متحدان اروپاییش نزدیک بوده. این هم نظری با اعضای دیگر اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه بود که باعث شد سال‌ها مسئول سیاست خارجی این اتحادیه از طرف آنها با ایران مذاکره کند. ولی عضویت در اتحادیه اروپا مخصوصاً به خاطر اصل مهاجرت آزادانه و نامحدود بین کشورهای عضو کم کم به بحثی جنجالی در بریتانیا تبدیل شد و دست آخر سال 2016 به همه پرسی گذاشته شد. طرفداران برگزیت از جمله بوریس جانسون نخست وزیر آینده می گفتند خروج نه تنها کنترل میزان مهاجرت را به بریتانیا می دهد، بلکه این کشور رها از قید و بندهای اتحادیه اروپا می تواند به ابرقدرتی در تجارت جهانی تبدیل شود. اگه به خروج رأی بدیم می تونیم کنترل سیاست مالیاتی و تجاریمون رو پس بگیریم و با کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، هند و ژاپن پیمانهای تجاری جدیدی امضا کنیم. و دست آخر مردم با اختلاف کمی خروج را انتخاب کردند. حالا پس از دهه ها که چارچوب تجارت خارجی بریتانیا منطبق با بقیه اتحادیه اروپا بود، این کشور می تواند خودش با کشورهای مختلف دنیا پیمان تجارت آزاد امضا کند و صدر فهرست شرکای تجاری جدید هم آمریکاست، کشوری که رئیس جمهوری طرفدار برگزیت دارد. آمریکا فکر میکنه که بریتانیا خارج از اتحادیه اروپا آسیب پذیرتره، به این معنی که موضع بریتانیا رو راحت تر از مواضع فرانسه یا آلمان میتونه تغییر بده. میتونید ببینید که حتی بعد از 2016 فکر کردن به روابط تجاری آینده روی توانایی بریتانیا برای نگفتن به آمریکا تأثیری نذاشته. ما بعد از برگزاری همه پرسی برخلاف آمریکا از موندن در برجام حمایت کردیم. ما با موضع آمریکا درباره بیت المقدس، آوارگان فلسطینی و نهاد امدادرسانی سازمان ملل مخالفت کردیم. بعد از تلاش‌های ناموفق بوریس جانسون برای جلوگیری از خروج دونالد ترامپ از برجام، حالا انگار آمریکا نظر بریتانیا را تغییر داده. اشکال برجام از نظر آمریکا اینه که ناقصه، تاریخ انقضا داره و باراک اوباما به دستش آورده. اگه میخوایم بذاریمش کنار، بیایید یه چیزی جاش بذاریم. بیایید با یه توافق ترامپ جایگزینش کنیم. به نظرم اگر واقع بین باشیم به خاطر نگرانی ها در منطقه درباره توافق قبلی و موضع آمریکا نمیشه تصور کرد آمریکا به برجام فعلی برگرده. در دوران ترامپ بریتانیا چند بار در موقعیت‌های معذبی قرار گرفته چون با موضع آمریکا موافق نبوده ولی مجبور ازش پیروی کنه و یک موضع بینابینی جایی بین مواضع آمریکا و اروپا انتخاب کنه. یک نمونه این مواضع بینابینی تصمیم بریتانیا درباره هواوی بود، جایی که علارغم مخالفت آمریکا به این شرکت چینی اجازه داد به صورت محدودی در ساخت نسل بعدی شبکه‌های تلفن همراه موسوم به 5G مشارکت کند. اینها با تصویر بریتانیا به عنوان کشوری که روزی امپراتوریش تنها ابرقدرت جهان بود و بعضی ها فکر می‌کنند هنوز چنین جایگاهی دارد چندان نمی‌خواند. دایی جان ناپلئون می‌گفت کار انگلیسی است.
کار انگلیسی هست. شخصیت دایی جان ناپلئون قدرت و نفوذی رو برای بریتانیا متصوره که بریتانیا نداره و نمیخواد هم که داشته باشه. این تصویر بر پایه این دیدگاه ساخته شده، دیدگاهی که برای بعضی ها آرامش بخش هم هست که بریتانیا پشت همه اتفاقات بده. این واقعا با تجربه من نمیخونه و به نظرم برای هر ناظر منصفی سخته که قبول کنه که دست بریتانیا پشت هر اتفاق بدی در ایران بوده. باید ادبیات مقام‌های بریتانیا رو از عملکردشون جدا کرد. می‌بینید که به دلایل سیاسی از بریتانیا به عنوان یک کشور خیلی قدرتمند و یک بازیگر جهانی بانفوذ حرف می‌زنن، ولی در عمل اقداماتشون بیشتر شبیه یک قدرت متوسطه. در ماه‌ها و سال‌های بعد از برگزیت، اقتصادهای بزرگ دنیا از آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا چین و هند احتمالاً تلاش می‌کنن روی سیاست خارجی بریتانیا تأثیر بگذارن. معلوم نیست این تلاش‌ها چقدر مواضع بین‌المللی بریتانیا رو تغییر بده. چیزی که مشخصه اینه که برای اولین بار بعد از چند دهه هر عمل یا تصمیم دیپلماتیک بریتانیا می‌تونه به یک امتیاز اقتصادی یا یک جنگ تجاری منجر بشه. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره دوباره از کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران دفاع کرد. بخش بزرگی از سخنرانی آقای ترامپ دفاع از عملکرد اقتصادی، مهاجرتی و امنیت ملی دولتش بود. خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا از جمله مهمانان دونالد ترامپ در این سخنرانی بود، اما عده‌ای از نمایندگان دموکرات کنگره به این سخنرانی نیامد. آنچه در فضای مجازی از این سخنرانی پررنگ شد، دست ندادن دونالد ترامپ با نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان و پاره کردن متن سخنرانی ترامپ توسط خانم پلوسی بود. جزئیات بیشتر از خشایار جنیدی از واشنگتن. سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در برابر کنگره. دونالد ترامپ سه‌شنبه شب به کنگره رفت تا کارنامه یک سال گذشته اش را ارائه دهد. به رغم اختلاف‌های اساسی با دموکرات‌هایی که استیضاحش کردند و بدون دست دادن با نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان که دستش را جلو آورده بود. دونالد ترامپ سخنانش را با دفاع شدید از دستاوردهای سه سال گذشته اش آغاز کرد. Jobs are booming. Incomes are soaring. Poverty is plummeting. مشاغل زیاد شدند، درآمدها افزایش یافتند، فقر کم شده، جنایت کاهش یافته، اعتماد عمومی رو به افزایش است و کشورمان رو به شکوفایی و مورد احترام است. بخش عمده سخنان آقای ترامپ بر سیاست داخلی تمرکز داشت. از جمله اشتغال زایی، مقابله با مهاجران غیرقانونی و دفاع از حق مالکیت سلاح. به گفته آقای ترامپ، روزهای زوال اقتصادی آمریکا به سر آمده. سخنانی که با تشویق گرم جمهوری خواهان و نگاه‌های سرد دموکرات‌ها همراه شد. از مهمانان ویژه آقای ترامپ در این مراسم همسر و فرزند درجه داری بودند که بیش از یک دهه پیش در عراق کشته شده بود در اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای که به گفته آقای ترامپ قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس تأمین کرده بود. سلیمانی was the Iranian regime's most ruthless butcher. سلیمانی بی‌رحم‌ترین قصاب رژیم ایران بود. هیولایی که هزاران نظامی آمریکایی را در عراق کشت و معلول کرد. به عنوان بزرگترین تروریست جهان، سلیمانی سازمان دهنده مرگ مردان، زنان و کودکان بیشماری بود. او حمله ماه دسامبر علیه نیروهای آمریکایی را در عراق هدایت کرده بود و همچنان مشغول برنامه‌ریزی بود. برای همین ایالات متحده دست به عملیاتی بی‌نقص و دقیق زد که سلیمانی را کشت و بر افغانی شیطانی او برای همیشه پایان داد. و این از معدود زمان‌هایی بود که علاوه بر جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها هم رئیس جمهوری آمریکا را تشویق کردند.
آقای ترامپ همچنین به اعتراض‌های آبان ماه در ایران اشاره کرد و گفت حکومت این کشور باید به فکر منفعت مردمش باشد. Because of our powerful sanctions, the Iranian economy is doing very, very poorly. به خاطر تحریم‌های شدید ما وضع اقتصادی ایران خیلی خراب است. ما می‌توانیم به احیای سریع اقتصادشان کمک کنیم، ولی آنها یا خیلی مغرورند یا احمق‌تر از آنی هستند که کمک بخواهند. ما آماده ایم. باید دید چه راهی را انتخاب خواهند کرد. انتخاب با خودشان است. It is totally up to them. آقای ترامپ درباره جنگ افغانستان هم گفت که به خاطر شجاعت نیروهای آمریکایی پیشرفت‌های زیادی انجام شده و از ادامه مذاکرات صلح با طالبان حمایت کرد. پایان سخنان آقای ترامپ با این صحنه همراه بود. پاره کردن متن سخنرانیش به وسیله نانسی پلوسی. خانم پلوسی گفته این مؤدبانه ترین کاری بوده که می توانسته انجام دهد. آقای ترامپ در سخنرانی خودش به یک نکته اشاره نکرد. استیضاح. اون هم در حالی که مجلس سنا تا ساعات دیگر در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. و با توجه به جوی که امشب در سخنرانی او در کنگره دیده شد، شکاف سیاسی در پایتخت آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همچنان عمیق‌تر خواهد شد. خشایار جانیدی، بی بی سی، واشنگتن. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.